محسن نامجو روزهای پرکاری رو در هلند پیش رو داره. او از 29 سپتامبر تا 11 اکتبر در مجموع 10 کنسرت در شهرهای مختلف هلند برگزار خواهد کرد. مرکز فرهنگی پودیوم موزاییک در آمستردام میزبان اولین اجرای محسن نامجو خواهد بود. این کنسرت ها با همکاری و همراهی گروه سازهای بادی هلند NBE اجرا می شوند. Eigenlijk omdat ik ben heel vaak op zoek naar bijzondere muzikanten uit allerlei hoeken van de wereld. از اونجایی که من همیشه در جستجوی موزیسین های منحصر به فرد از گوش و کنار دنیا با سبک‌های مختلف هستم، گاهی هم به موزیسین‌های برمی‌خورم که میگم این عالیه. کسی که بتونه اجرای زیبا و جالب داشته باشه. فکر کنم از طریق یوتیوب یا اسپوتیفای بود که به محسن برخوردم. در جا گفتم این همونیه که همیشه دنبالش بودم. من شیفته موسیقی ایرانیم. موسیقی به جا مونده از ایران قدیم. تا حد خیلی زیادی سنت رو در این موسیقی میشه حس کرد. موسیقی که بر پایه یک سروده عالی بنا شده. ملودی بسیار ویژه‌ای داره و برای گوش‌های هلندی و یا گوش‌های اروپایی بسیار جذابه. محسن تونسته با استفاده از موسیقی سنتی یک فرم جدید ارائه بده. خیلی وقتا در اون دیوانگی یا حتی پوچی شنیده میشه، اما در این حال عمیق باقی میمونه. نکته‌ای که برای گروه ما خیلی مهمه اینه که کسی اونقدر موسیقی سنتی براش مهم و گرانبهاست و با به کار گرفتن این نوع از موسیقی یک اثر ویژه و نو خلق میکنه. این واقعا کار محسنه. من اول به خودم گفتم که برای انتخاب داستان برم توی متن کارهای محسن و ببینم کدوم از داستانا مناسب هستن، میخورم این داستان ها، ولی دیدم که نه، موسیقی یه حس خودشو داره. من از لحاظ محتوا نمیخوام اینا رو وصل بکنم، بیشتر از لحاظ حس. و داستانایی که انتخاب کردم بعضی از داستانای شخصی خود من هستن و یکی دو جا یه خورده اشاره میکنم به شاهنامه. البته نوع اجرای شاهنامه نوع شخصی من هستش، نوع سنتی ایرانی نیستش. مهمترین نکته اینه کسی مثل نامجو که نمیتونه ایران زندگی کنه و مجبوره به عنوان پناهنده جای دیگه باشه، برای صلح و آزادی مبارزه میکنه و این از موزیک شنیده میشه. این کارو با مشارکت گروه NBE انجام میده. از همکاری با او یاد گرفتم که صلح و آزادی موهبت‌های مهمی هستند که باید در تمام دنیا تقسیم بشن و همه ازشون بهره مند بشن. گروه NBE به حال مخاطب خودشونو دارن و به عنوان تا اونجا که من میدونم به عنوان یک گروه کلاسیک هم شناخته میشن که خیلی هم در بند قواعد کلاسیک نیستن. یعنی هم از جهت تجربه‌ای که با موزیسین های هم غیر غربی و هم غیر کلاسیک انجام میدن، هم از بابت اساساً رویکردی که خودشون دارن به مسئله موزیک، یعنی خیلی در بند پارتیتور
در بند این که نوت به نوت چیزهایی رو که دارن بزنن ندارن. بسیاری از لحظات هست که بین اون میزانهایی که طبق نوت نوشته شده میزنن به یک لحظات و میزانهایی رو میذارن برای اینکه به همدیگه جواب بدن، به من جواب بدن، با همدیگه سوال جواب داشته باشیم. یا خیلی وقتا خیلی اتفاقات مثل همین تجربه‌ای که ما در کار موزیک گروه‌های کوچیک خودمون داریم، یعنی خیلی از اتفاقات رو استیج با سلام با آی کانتکت میفته. این گروه هم اینطوریه و برای همین مخاطبشون، مخاطب هلندیشون هم مخاطبیه که طبعا آدمای خیلی همیشه اپرابین یا باله برو یا مخاطب خیلی کلاسیک و اصطلاحا نظام فیکته‌ای نیستن، یعنی آمادن برای شنیدن یه تجربه جدید از این گروه. برای همینه که منم با این چند تا، یه بار پارسال سپتامبر بود دو شب اینجا در پودیوم موزاییک، یه بارم که اجرای بزرگی بود توی شب ژانویه توی سالن اصلی شهر آمستردام، اونجا تمام مخاطب هلندی بود و من این تجربه رو برای اولین بار داشتم. ولی برای سال 2018 صحبت‌هایی هست بعد از این تور که احتمالاً اگر همه چی دست به دست هم بده بشه یک شکل تشکل کوچیک‌تری از NBA رو که در واقع معقول باشه از لحاظ تدارکات و مسائل مالی و اینها بشه به آمریکا آورد. برد یعنی بشه اونجا یه تور برای این دفعه طبعا برای مخاطب ایرانی بیشتر در شهرهایی که خب کامیونیتی ایرانی بزرگه، NBA این تجربه رو حالا با اونا داشته باشه. ما پارسال همین موقع که اینجا توی پودیوم موزاییک اجرای کوچیک داشتیم با NBA، اولین تجربه‌مون با هم بود، صحبت این تور که شد، اولین چیزی که به قول معروف به عنوان پلان روی میز قرار گرفت اینه که این بود که ما این تجربه رو باید حتما بتونیم به ثبتش بکنیم به خاطر اینکه دیگه ممکنه پیش نیاد برای هر کدوم. و حالا خوشبختانه غیر از من کاوه وارث آهنگساز خیلی خوش‌سوخ که ساکن هلنده و همچنین سهند عزیز به عنوان داستانگو حضور دارن، یه مجموعه فقط هم ماها نیستیم، یه دو سه تا قطعه هم از آهنگسازای ترکیه و جاهای و یونان جاهای دیگه است. اساسا اسم هلندی برنامه گویا نواهایی از شرق تا جایی که من میدونم و برای همین تصمیم بر این بود از اول که این ثبت بشه، حالا امیدوارم با کیفیت خوب در بیاد، ولی قراره که هم سی دی هم دی وی دی بشه.